سلام شنوندگان عزیز، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی عیسی مسیح به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست برنده شدن در مبارزه با شک. برنده شدن در مبارزه با شک. آیات کلیدی این مطالعه در کتاب یعقوب فصل 1 آیات 5 تا 8 هستند. در ابتدا با هم این آیات را مرور می‌کنیم و سپس به شناخت درسایی که این قسمت از کلام خدا برای ما داره می‌پردازم. عزیزان، در کلام خدا در کتاب یعقوب فصل 1 آیات 5 تا 8 چنین می‌خوانیم: اما اگر کسی از شما طالب حکمت و فهم برای درک اراده و خواست خداست، باید دعا کند و آن را از خدا بخواهد، زیرا خدا خرد و حکمت را به هر که از او درخواست کند سخاوتمندانه عطا می فرماید بدون اینکه او را سرزنش نماید. اما وقتی از او درخواست می کنید، شک به خود راه ندهید، بلکه یقین داشته باشید که خدا جواب دعاهایتان را خواهد داد. زیرا کسی که شک می کند، مانند موجی است در دریا که در اثر وزش باد به این سو و آن سو رانده می شود. چنین شخصی هرگز نمیتواند تصمیم قاطعی بگیرد. پس اگر با ایمان دعا نکنید، انتظار پاسخ نیز از خدا نداشته باشید. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربان، از تو درخواست می‌کنیم تا در درک صحیح از آنچه که تو امروز می‌خواهی به ما تعلیم دهی کمکمان کنی. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین. دوست خوب من، هرچه ما ایمانداران به عیسی مسیح بر کفایت خداوند پدر آسمانی من تمرکز داشته باشیم، بیشتر هم به وعده های او اعتماد می کنیم. عزیزان، اجازه بدید در ابتدای این تعلیم از شما سوالی بپرسم. سوال من اینه که آیا شما در حال حاضر با اضطراب، ناامیدی و ترس دست و پنجه نرم می کنید؟ توجه بفرمایید. گاهی اوقات این احساسات زمانی در ما به وجود میان که ما به توانایی خداوند پدر آسمانی من در رفع مشکل یا محافظت از ما یا یکی عزیزانمون شک داریم. بله عزیزان، گاهی اوقات احساس اضطراب، ناامیدی و ترس به این دلیل در ما به وجود میان که ما به کفایت کامل خداوند در رفع مشکل یا محافظت از ما یا عزیزانمون شک داریم. گاهی هم ما مضطرب هستیم، زیرا تمایل خداوند را برای مدیریت و کنترل یک موقعیت در زندگیمون زیر سوال میبریم. چنین ابهاماتی میتونه ناشی از عدم آگاهی در مورد شخصیت خداوند، سردرگمی در مورد وعده های او یا سوء تفاهم از برنامه های او باشه. به همین دلیل بسیار مهمه که ما ایمانداران به عیسی مسیح ذهن خودمون را با حقایق کلام خدا موجود در کتاب مقدس پر کنیم. عزیزان، تمرکز بر کفایت کامل خداوند به جای تمرکز بر شرایط زندگیمون به ما امید و نیرو میده. به علاوه این، تمرکز بر کفایت کامل خداوند به جای تمرکز بر شرایط زندگیمون، ما را از اضطراب، ناامیدی و ترس دائم دور نگه می‌داره.
دوست خوب من، موقعیت‌های زیادی در طول زندگی هر کدام از ما ایمانداران به عیسی مسیح به وجود میان که ممکنه باعث تزلزل ایمان ما به کفایت کامل خداوند بشند. دقت بفرمایید، گاهی ممکنه که گناه خودمون ما را واداره که حقیقت کتاب مقدس را زیر سوال ببریم تا بدین طریق گناه خودمون را به طوری توجیه کنیم. گاهی هم تجربه تلخ شکست‌های قبلی در طول زندگیمون ممکنه منجر به یک دیدگاه بدبینانه در مورد شرایط فعلی و آیندمون بشن. علاوه بر اینها، ما ایمانداران به عیسی مسیح دشمن دیگری نیز داریم که اشتباهات گذشته و زمانهایی را که به نظر می رسید دعاهای ما بی پاسخ مانده اند را مکررن به ما یادآوری می کنه. اون دشمن سرسخت ما اسم شیطان هست. عزیزان، تکنیک دیرینه شیطان در زیر سوال بردن حقیقت خداوند میتونه ما را به این فکر سوق بده که آیا خداوند واقعاً قابل اعتماد هست یا نه؟ دوست خوب من، هر وقت که شک و تردید در مورد کفایت کامل خداوند در ذهن شما ظاهر شد، فوراً آنها را نزد خداوند به او اعتراف کنید. سپس موارد گذشته وفاداری های خداوند در زندگیتون را به یاد بیارید و در وفاداری های گذشته او تعمق کنید. بگذارید روح القدس شما را به حقیقت وفاداری و کفایت کامل خداوند هدایت کنه تا بتونید از هر گونه شکی در امان باشید. عزیزان، از شما دعوت می کنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا که امروز درس تازه‌ای از کلامت به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا که خداوند با کفایت، سخاوتمند و وفاداری هستی. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا که در صورت فروتن شدن و درخواستم از تو حکمت و فهم برای درک اراده الهی خودت را به من عطا می فرمایی. خداوند، به من کمک کن تا همواره بر وفاداری و کفایت کامل تو در رفع هر مشکل و محافظت از من تمرکز داشته باشم و نه بر شرایط زندگیم. خداوند، به من کمک کن تا هرگز به توانایی و حکمت الهی تو برای مدیریت موقعیت‌های زندگیم شک نداشته باشم. خداوند، به من کمک کن تا هرگز به وعده‌های تو شک نداشته باشم. خداوند، به من کمک کن تا کلام تو را به طور منظم مطالعه و در آموزه‌های آن تعمق داشته باشم. خداوند، به من کمک کن تا به خاطر توجیه گناهانم کفایت و وفاداری تو و کلامت را زیر سوال نبرم. خداوند، به من کمک کن تا اجازه ندم تا تجربه های تلخ از شکست هایم در گذشته در من دیدگاه بدبینانه ای به وجود آورند. خداوند، به من کمک کن تا فریب شیطان را نخورم و در ایمان و اعتمادم به کفایت و وفاداری تو استوار بمانم. خداوند، من تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تقدیم می کنم. به قلب و زندگی من بیا و از زندگی من که هدیه خود تو به من هست در اراده الهیت استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز ما در کلام خدا با عنوان برنده شدن در مبارزه با شک موجب برکت شما بوده باشه، چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و حال مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب و کافی به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین. Oh,